در این مورد خاص که شما گفتید کاملا صحیحه و علت این است که در واقع برای اینکه دعوای اصلی که باعث شد ایران بره به دیوان همین مسئله بانک مرکزی و اموال مالی بانک مرکزی بود و بنابراین چون ایران اساس صلاحیت دادگاه رو بر در واقع پیمان یا عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا مربوط به 1955 قرار داده بود، سوالی که برای دادگاه مطرح بود این بودش که آیا بر اساس اون عهدنامه میشه بانک مرکزی رو یک تعریف به عنوان یک شرکت شناخت یا نه، چون در اون عهدنامه صحبت بانک مرکزی نیست، صحبت اتباع و شرکت‌های ایرانی است. یا برای اینکه دادگاه بتونه رسیدگی بکنه به اینکه آیا اموال مثلا بانک مرکزی رو آمریکا حق داره ضبط بکنه یا نه، باید اول تعیین بکنه که آیا بانک مرکزی از دیدگاه اون عهدنامه یک شرکت محسوب میشه یا نه. و به این نتیجه رسید دادگاه که اینجور نیست، بانک مرکزی رو نمیشه شرکت به مفهوم با کلمه شناخت، و به همین دلیل هم دعاوی که مربوط به بانک مرکزی قابل رسیدگی از طرف دادگاه نیست. موضوع خیلی دعاوی دیگه، یعنی مسائل دیگه‌ای در این قضیه مطرح شده بود به خصوص از نظر ایران، که در اون مسائل دادگاه احراز صلاحیت کرد و اظهار نظر کرد و تقریبا در تمام اون مسائل که از نظر حقوقی هم اهمیتشون بسیار زیاده، نه فقط بین آمریکا و ایران و این قضیه، بلکه کلن کشورهای دیگه زی علاقه بودن که به نتیجه رأی مشخص بشه، در اون موارد تقریبا دادگاه به در همه اون زمینه‌ها به ایران از نظر حقوقی رأی مثبت داده و به این نتیجه رسیده که آمریکا نقض کرده اون معاهده 1955 بین ایران و آمریکا.